بسم الله الرحمن الرحیم و نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، خواهران و برادران فارسی زبان ما در هر کجا که هستید و برنامه خودتون برنامه زنده روشن رو نگاه میکنید. عزیزان انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشین، انشالله وقت خوش و روز بسیار خوب داشته باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه روشن از تلویزیون جهانی هادی و هفته بسیار بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. اجازه بدین یک سلام هم داشته باشیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی و بعد از او در مورد موضوع امروز برنامه صحبت خواهیم کرد. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون، سلام درود مسر شما همکار عزیز ارجمند و همینطور همه بینندگانی که در این ساعت لحظات ما را میبینن و امیدوار هستم که مباحثی که مطرح میشه در این برنامه مورد توجه همه عزیزان قرار بگیره و خداوند از خدا میخواییم که به ما توفیق عمل کردن به آنچه که میدانیم رو نصیب بگرداند. چه اینکه گاهی وقتا اتفاق میفته که دانسته ها و اطلاعات ما وبال ما میشود، یعنی زمانی که فقط تلاش و علاقه به صرفا دانستن داریم بدون اینکه آنچه که میدانیم رو به عمل در بیاوریم، باعث میشه که نه تنها راه گشا نباشه بلکه مسیر رو مسدود کنه. تصورات و تفکرات جدیدی که هیچگاه هیجان لذت بردن از عمل اونها رو پیدا نمیکنه. پس انشالله خدا بهمون توفیق بده بدانیم هر لحظه و هر آن از زندگیمون بیشتر بفهمیم و آگاهی ما بیشتر بشه و در کنار او توفیق بده که به آنچه که میدانیم عمل بکنیم انشاءالله. بسیار تشکر از شما. خب بینندگان خوب ما، در همین آغاز برنامه شماره تماس برنامه زیرنویس هم شده فراموش نمی کنید. از طریق شماره تماس میتونید که با ما در ارتباط شوید، همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم امروز خانم دکتر رضایی دارید برای از ما بفرستید و اگر کدام انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه هم دارید، ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید و ما هم قطعا سعی میکنیم که در برنامه اعمال کنیم. برنامه تعلق به خود شما عزیزان داره. موضوعی که در هفته گذشته کارشناس محترم خانم دکتر رضایی با ما و شما در موضوع صحبت کردن، ارزش‌ها در تربیت کودک هست. مفصل در مورد ارزش چیست و چی اهمیتی داره در جلسه قبل صحبت شد. اگر که ندیدید و یا اگر میخواید که دوباره ببینید استفاده بکنید، در از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنین از طریق یوتیوب و آپارات میتونید که برنامه‌های گذشته رو ببینید و اونجا هم نظر خودتون رو برای ما بمانید. و اما برنامه به صورت لایف هم پخش میشه از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی، میتونید که برنامه را ببینید و انشالله استفاده بکنید. موضوعی که خانم دکتر در مورد صحبت میکنید ارزش هاست و چیزی که به ذهن من میرسه که بالاخره هر انسانی در زندگی ارزش هایی را داره که به پایبند هستم، اما خب یک سری ارزش ها هستن، ارزش های مشترک بشری هستن، چه در اجتماع استفاده میشه چه به صورت فردی و خانوادگی. اگر این ارزش ها نباشه جامعه ممکن با مشکلات بسیار زیاد مواجه میشه. ما افرادی را میبینیم که این افراد کلان شدن، ممکنه حتی ادعا بکنن که به ارزش های پایبند هستن اما از درون به ارزش ها پایبند نیستن و بعد همین مسئله میتونه مشکل ساز شه. کما که ما امروز هم میبینیم کسی که مثلا میگه که من باور به حجاب دارم مثلا، اما خب پایش که میرسه به جای دیگه میره، خب میبینیم که اصلا باوری هم نداشته. حالا یک مسئله بسیار کوچک است نسبت به برخی از مسائل خیلی جدیتر مثل مسائل کلان اقتصادی جامعه که ممکنه که سری و گشنگی یک جامعه و یک نسل زنده ماندن یا مردن و از بین رفتن یک نسل را تاثیرگذار باشن. بله. من میخوام شما در مورد همین صحبت کنید، چه ارزش هایی خانم دکتر ما باید از همو طفولیت سعی کنیم که در نهاد اطفالمان بکاریم که اینو بمانه در جانشان یک ارزشی باشه که با باورمند باشن، نه مثل برخی از افراد که بر راحتی او رو کنار بگذارن. بله، تشکر میکنم از شما. همطور که دوستان عزیزی که شما فرمودید پیگیری میکنن این مبحث رو که ما اگر اشتباه نکنم در جلسه سوم هستیم، یعنی سوم جلسه است یا سوم برنامه است که ما پیرامون مبحث ارزش ها بحث میکنیم. انشالله دوستان ما از این پس همین برنامه رو از این جلسه به بعد انشالله از این برنامه ما دقیقا میپردازیم به بیان ارزش هایی که اشاره کردید، ارزش های انسانی، ارزش های اخلاقی به معنای عام به کلمه، نه که فقط ارزش هایی که مربوط به یک جامعه خاص، کشور خاص یا یک محدوده جغرافیایی خاص یا حتی یک دین خاص باشه.
ارزش هایی که به حکم انسانیت، البته تاکید میکنیم که تک تک ارزش های انسانی از اونجایی که دین ما دین کامل و جامع است، قطعا ارزش های انسانی مورد تایید دین هم هست، مگر اون مواردی که بله مطابق با فطرت انسان است، ارزش های اخلاقی و ارزش های اسلامی دینی. ولی خب ما تاکید ما بر است که نگاهی که ما داریم پیرامون بحث های تربیتی، نگاهی است که این ارزش ها رو به عنوان ارزش های انسانی برای بهتر زیستن یک انسان، فارغ از هر اعتقادی داره، فارغ از اینکه در کدام جغرافیا، در چه جامعه و در چه فرهنگی قرار است که رشد بکنه، تربیت بشه و کلام بشه. با توجه به اینکه وقت ما محدود هست، انشالله امروز سعی خواهیم کرد به دو تا از ارزش ها بپردازیم که بسیار بسیار اهمیت داره و همونطور که شما گفتید هم حال حاضر فرد رو و هم آینده او رو و نقش او رو در جامعه و تأثیری که میتواند در حتی رشد و یا خدای نکرده تزلزل و یا سقوط اجتماع داشته باشه رو میشه اینجا انشالله امروز در خدمت و عزیزان باشی و برای اونها بیان کنیم. این دوتا ارزشی که من امروز قصد دارم به اونها بپردازم از مفاهیمی که بفرمودید شما بسیار واضحه، یعنی خوب بودن و شایسته بودن و مورد تایید بودن اونها کاملا واضحه و هیچ انسانی فکر نمی کنم که پیدا بشود که بگه که اینها بده. اگرچه حالا من اون ارزشی که امروز دو تا ارزشی که امروز قصد دارم، اولی صداقت است یا راستگویی است که خب همه مورد تایید است، بله، و بعد دومی جسارت. حالا شاید امروز بحث میکنیم که شاید جسارت در بعضی از موارد نکوهیده باشه، حتی ممکنه که مورد تایید شما به ظاهر قرار نگیره، ولی قصد ما امروز تاکید بر است که بگیم که جسارت چی هست و چه الزام و ضرورتی داره و بعد مصادیق او هم در این که مثلا اگر من یک طفل جسور تربیت بکنم به لحاظ فردی چه اهمیتی برای خود او طفلم خواهد داشت و بعد به لحاظ اجتماعی طفلم فردا که جوان بکنون شد و عضوی از اعضای جامعه شد و تأثیر داشت در فرایند رشد جامعه، این جسارت او چه کمکی به رشد اجتماع خواهد کرد انشالله. خب و اینم مثلا من میخوام تاکید بکنم که وقت سخن از آموزش ارزش ها میشه، در کنارش نهادی نشدن ارزش ها قطعا مد نظر به هم خاطرم بحث خانواده است، یعنی ما دقیقاً اینو در تربیت مد نظر قرار دادیم که خشت اول گر نهد ان شاء الله معمار راست دیگه کج نگذاشته شود، اینجا راست بگذاریم که ان شاء الله معماران تربیتی ما، والدین عزیزم و دوستا و عزیزایی که بیننده برنامه هستن و در کار تربیت و در کار آموزش و پرورش و مربیگری در هر حالتی در هر جایگاهی که هستن ان شاء الله ببینن و مورد استفاده قرار بگیره و باز تاکید می برای این که عمل کنیم با آنچه که انشالله خداوند به ما توفیق دانستن او را میده که این عمل کردن ما تاثیر مثبت داشته باشه. خب صداقت، راست گفتن، حقیقت رو آنگونه که هست بیان کردن، من احساس میکنم اینقدر واضحه و اینقدر بدیهی است که شاید نیازی به تعریف کردن و توضیح دادن. چرا صداقت خوب است؟ خب به خاطر اینکه صداقت صداقته، یعنی اساسا اینقدر ارزش بدیهی است که شاید گاهی وقتا بگیم که خب اینه که همه میدانن. اما یادتان هست ما در جلسه قبل در مورد مراحل یا فرایند به عبارتی انتقال ارزش ها و ایجاد ارزش ها صحبت کردیم. مرحله اول و ایجاد نوعی به عبارتی حس عاطفی بود و جذاب بودن و به قول معروف مورد تایید قرار گرفتن. مشکل اساسی که همونطور که در لابلای صحبت های شما بود ایست که آیا ما در حال حاضر، یعنی نکته که در تربیت بسیار مهم است اینه که راستگویی و صداقت را واقعا تحسین کنیم، یعنی نشان بدیم که این امر پسندیده است به لحاظ عاطفی، واقعا خودمان را دوستدار صداقت، دوستدار انسان‌های راستگو نشان بدهیم، حتی اگر صداقت ما و راستگویی ما به نفع ما تمام نشد و به ضرر ما تمام شد، باز هم علنا و عملا به طفل ما بگیم که اگرچه که به خاطر راست گفتن ممکن آسیب ببینی، ممکنه ضرر بکنی، ممکنه که مسئولیت چیزی به گردن تو بیفته، ممکنه که اصلا مجبور بشی که بهایی به خاطر او بپردازی، ولی ارزش رو داره. یعنی ببینید جذاب نشان دادن و به عبارتی جذب کردن طفل و علاقمند کردن او به صداقت و راستگویی بسیار بسیار نکته مهمی است. ما اول گفتیم که در مراحل فرآیند یک ارزش گفتیم اول ایجاد جذابیت هست، بعد ایجاد زمینه است و سوم تحسین کردن و تشویق کردن و پاداش دادن. نکته ای که معمولا در تربیت به خصوص در ارزش راستگویی در خانواده ها کمتر مورد توجه قرار میگیره، خانم بیان نیست که ببینید ما صداقت رو به اون نحو احسن به عبارتی میشود گفت که برجسته نمی کنیم.
یعنی برای مثلا به عنوان مثال در خانواده ها، در جوامع، گاهی وقتا اگر کسی مثلا هر گاهی که از او چیزی پرسیده میشه راست او را میگه، به مرور زمان میگن فلانی ساده است، هیچ نمیفهمه. خب لازم نیست، تو چرا اینو گفتی؟ و چرا راستش گفتی؟ چرا دروغ نگفتی؟ یعنی ببینید علنا مثلا به نحوی گفته میشود که ما در رفتارهایمان این تحسین رو و او به عبارتی، حالا بحث پاداش دادن و جزا کردن تیکه آخره، ولی همین تحسین به لحاظ جذابیت هیجانی احسن بر شما. ببین ما کی رو بیشتر تحسین میکنیم، کی رو برای ما جذاست؟ چقدر فلانی زرنگ است، چقدر فلانی زیرک است، چه کسی است، کسی که پنهانکاری میکنه و به دروغ میگه، راحتی دروغ میگه. و بعد گاهی وقتا که نکته جالبترش است که وقتی از خود طرف میپرسن خب چرا دروغ گفتی، میگه من دروغ نگفتم، فقط راستش نگفتم. حالا که تفهیم مفهوم صداقت یعنی بیان واقعیت همون گونه که هست، او به اصطلاح حالا بس وارونه کردن واقعیت، اگرچه ما در جلسه پیش یادآوری کردم در ادبیات فارسی ای که گفته میشود هر راست نشاید گفت، یعنی بدون اینکه از تو بازخواست بکنن، ضرورتی ندارد که نشاید یعنی شایسته نیست، هر چیزی که لازم بدون اینکه ضرورت ایجاد بکنه یا تو بپرسن لازم نیست که بگی. خب مثلا مزاده خواهی بله. برنامه رو ببینید انشاءالله. حتما بینندگان عزیز و محترم، اگر کدام سوال دارید همین الان هم میتونید که با ما در ارتباط شوید و از خانم دکتر محترم سوالات خودتون را پرسان بکنید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم. شما برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی به موضوع ارزش ها در تربیت کودک. در خدمت شما هستیم. تشکر از شما. خب بس سر صداقت بود، حالا باز میپردازیم، اگرچه گفتم بسیار بدیهی و واضح هست ولی فکر میکنم لازم هست در اهمیتی. چرا ما باید راستگویی را به طفلم آموزش بدم؟ چرا این عنوان یک ارزش الزام داره که طفلم پایبند بکنم به اون؟ برعکس خانم دکتر، همین سوالی که پرسیدی باز به ذهن من رسید. خب بسیار از پدر مادرها فکر میکنن اگر من طفل خود صادق بار بیارم، ساده لو بار بیارم، احسن، یعنی متاسفانه خلطه، آسیب ببینه در اجتماع. بله، چه اهمیتی داره؟ یک چندین تا یعنی فواید متفاوت و مختلفه، ولی با توجه به محدودیتی که ما در برنامه داریم من دو مورد رو اشاره میکنم. اگر راستگویی را به عنوان یک ارزش نهادینه نکنیم در فضای خانواده که گسترش پیدا کنه بعد از او به اجتماع، چیزی که به شدت آسیب می‌بینه اعتماده. یعنی اگر صداقت یک ارزش انسانی نباشد و اگر رفتار و گفتار آدم‌ها نشانی از حقیقت و واقعیت نباشد، دیگر هیچ کس به هیچ چیزی، به هیچ گفتاری، به هیچ رفتاری، به هیچ فردی و به هیچ قانونی نمیتواند اعتماد کنه. از کجا معلوم که دروغ نمیگه؟ از کجا معلوم که صداقت داره؟ از کجا معلوم که راست میگه؟ اگر من به طفلم آموزش دادم که هر آن چیز، یعنی پدر و مادر به عنوان اولیا، من به او گفتم که ببین فرزندم، مثلا حتی در روابط ساده عاطفی امان، من اگه به فرزندم فلان قولی را میدم، میگم مثلا بچه‌م فلان کار بکو یا این کار نکو، بعدن مثلا صبا یک ساعت بعد فلان روز برای تو فلان کار میکنم. این روایت دینی داریم از وجود نازنین پیامبر ختم مرتبه حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه، که حضرت تاکید میکنن به فرزندانتان قول ندهید، اگر قولی میدهید حتما اجرا کنید. چرا که داریم در بعضی از روایات در جای دیگه اشاره میشه که اونها شما رو خدایان خود فرض میکنن، یعنی گویا اون رحمت و رأفت و به عبارتی عدالت و حکمتی رو که ما از ذات پاک اقدس الهی توقع داریم، کودکان ما و اطفال ما همون رو در آینه تمام، در به عبارتی او حکمت و عدالت رو و محبت رو در آینه وجود مادران و پدران میخوان. لذا این راستگویی است. اگر من ببینید یک بار طفل من به من اعتماد نکرد، یک چیزی را گفتم ولی عمل نکردم، همون زمانم خودم میدونستم که او را نمیتونم انجام بدم، یعنی در همون لحظه داشتم دروغ میگفتم.
در توان من نبود، ولی که او رو به قول دادم، به بچه‌م گفتم که فلان کارو برات میکنم یا فلان اتفاق خواهد افتاد، یا ولی که موعد مقرر فرا رسید، یک ساعت بعد، یک روز بعد، و اتفاق نیفتاد. فرزند من که منو مؤاخذه کرد، بعد میگه، بعد گاهی وقتا بدترش اتفاق میفته، خان بیانی میگه که من کی گفتم مثلا نمیشه که پیر رزدم، مادر تو فلان جا، پدر جان تو فلان روز، فلان یعنی دقیق که... او طفل میدونه که و به خاطرش است که پدر مادرم این که هست، ولی مادر این کار میکنه، ولی مادر این کار کردنش، این رسما ما داریم علنا به بچه خودمان میگوین، هیچ ضرورتی به پایبندی، به تعهد به آنجا که داری، و لذا به مرور زمان این طفل دیگه به من به عنوان پدر اعتماد نخواهد کرد، به عنوان مادر اعتماد نخواهد کرد. لذا منظور شما است که آثار منفی که ناراستی داره بسیار بسیار زیادتر از آثار مثبتی که ممکنه فرض شود. بله بله. ببینید اتفاقی که ممکنه بیفته، اگر من مثلا به عنوان مثال اومدیم و به طفلم قول دادم، همون لحظه حواسم بود که نمیشه، بعد گفتم امید به خدا که میشه، پس فردای او یک ساعت بود بعد هر زمانی که به او قول دادم اومد فرزند گفت مادر جان پدر جان فلان قضیه رو قول دادی، گفتم بچه‌م من گفتم قبول هم دارم، ولی اینمی لحظه نمیتونم، تلاش من میکنم، همه مثلا فرض کن به او قول دادم که فلان چیز برات میخرم، فلان کارا یا فلان گودی یا فلان هر چیزی برات میخرم، بعد اومد روبروی من قرار گرفت. ببینید این صداقت من که ببینید واقعیت اینه که بله اون زمانی که به تو میگفتم، بعد بچه‌م ممکنه من مؤاخذه کنه، خب برای چی گفتی، چرا قول دادی؟ تو مادر اون زمان که تو فلان چیزا میخواستی ما در توانم نبود که مثلا فلان بازیچه رو برای تو بخرم، اون زمان من به تو قول دادم، الان هم همچنان روی قولم وایستادم، قبول هم دارم، میپذیرم، من تو کمی بیشتر صبر کن. ببینید این همزمان اعتماد مرا، اعتماد فرزندم به مرا سر جای خودش میگذاره، نگه میداره، تعهد و مسئولیت پذیریم در قبال هر فیله که زدم باز دوباره تثبیت میکنه، و بعد به فرزندم میگم که من دروغ نگفتم، من به تو اگرچه الان مثلا گیر کردم، الان تو اومدی من مؤاخذه میکنی و من واقعا هیچ راه حلی برایم وجود نداره، ولی پای حرفی میستادیم و چون اون زمان قصدم راستگویی بوده نمیخواستم تو رو فریب بدم، میخواستم به تو دروغ بگویم، اگرچه الان امکانش برایم وجود نداره، ولی تمام تلاشم خواهم کرد که چه اتفاقی بیفته که من مثلا این امر برای تو انجام بدم. نکته بعدی که ما در ضرورت و اهمیت تربیتی انتقال ارزش صداقت به فرزندانمون داریم اینه که ببینید راستگویی به عبارتی نوعی عزت و حرمت رو در وجود آدم، یعنی یکی از پایه‌های احساس ارزشمندی و عزت نفس انسانی که راست میگه خود آدم قدرتمندی میدانه که پای یعنی متعهد و الزام رو داره. آدمی که دروغگوست و متقلب است به فرموده قرآن منافق است، هر لحظه در یک رنگی به عبارتی اساساً برای خودش ارزش قائل نیست. یعنی ببینید احساس عزتمندی است که ببینید من یه پیره که زدم، من قولی که دادم پای حرف خودم وای میستم، باید ایستاده شوم، اگر من پای حرف و قول خودم ایستاده نمیشم یعنی من آدم ارزشمندی نیستم. یعنی ببینید همون بحث حالا باز دوباره مرتبط میشه به همون اعتماد کردن، ولی به مرور زمان آدمی که عادت میکنه به دروغ گفتن نه برای خود و در نتیجه برای دیگران ارزشی قائل نیست. عزت نفس او به صورت کلی زیر سوال میره، به خاطر که وقتی که هیچ ببینید خودش میدانه که هیچ کدام از گفته ها و کردار و اعمال او ثباتی و اعتمادی به اونها نیست، لذا متقابلا در وجود دیگران، و بعد ببینید همون لحظه ای و آنی فکر کردن مهمی است که اینمی لحظه به اصطلاح معذرت میخوام سر فلانی ره کلا بانم، اینمی لحظه کاری بکنم که او به من اعتماده، ولی نهایت اگر بعدن او فهمید که دروغ گفتم خیر است بهان چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ ولی واقعیت ایست که به مرور زمان یه آدم آدمی است که یعنی او ویژگی انسانی در او احترام و ارزشی که برای خود بانونی یک انسان قائل است به مرور زمان از بین میره، و متاسفانه ما در روایات هم داریم که کلید به عبارتی ورود به بسیاری از خطاهای رفتاری و ناهنجاری های رفتاری نمیدروگوی است. یعنی شما معتقد هستید که اگر کسی صداقت داشته باشه در زندگی میتونه شکل دهنده شخصیت و هویت فرد باشه؟ قطعاً همینطوره. یعنی آینه است. من رفتار من و گفتار من، روایتی از وجود رازاین امیرالمومنین هست که میفرمایند عقل مرد پشت زبان اوست، و یا وقتی کسی یا ما در ادبیات فارسی داریم میگه تا مرد، البته منظور جنسیت انسان نیست به طور کلی، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، قسمتی از آنچه که ما میگوییم تاکید بر ایست که آیا آنچه که میگوییم صادقیم در گفتار ما، چیزی که میگیم راست اصلا واقعیت حقیقت یا خدای نکرده دروغه. طبیعتا اینها تکه هایی از شخصیت ماست که کنار هم قرار میگیره و او شاکی
شاکله کلی شخصیت ما رو شکل میده. انشالله امیدواریم که با توجه به تأکید برای که چه اهمیتی داره در تربیت و مستوهایی که بیان کردم خیلی واضح که کجاها ممکنه که ما دروغ رو متاسفانه زمینه ایش و حتی جذب کردن کودکان و ایجاد تمایل برای اطفالمان رو به سمت دروغ ایجاد کنیم، انشالله من مطرح کردم برای بینندگان ما انشالله مفید بوده باشه. اگر مواردی باشه که کسی که دروغ میگه در زندگی بیشتر رشد میکنه، در اجتماع بیشتر رشد میکنه، که اما اینکه حالا ممکنه ما هم تجربیات در این زمینه داشته باشیم، مثلا ما با یک استعدادی که دارم یا توانمندی که دارم دوستم یا کسی که میشناسم دروغ میگه، او از ما بالاتر میشه، رتبهش از ما بالاتر میشه، معاشش از ما بالاتر میشه به خاطر دروغی که گفته. خب من به مرور زمان یاد میگیرم که در این جامعه من اگر که دروغ نگویم خب من نمیتونم رشد کنم. خب این مشکل نکتهش است که خواهم بیانی، ممکن است رشد اتفاق بیفته، کمان که شما گفتید واقعیات تلخی که در جامعه ما و در بسیاری از جامعه ممکنه وجود داشته باشه، ولی مسئلهش است که فقط در یک بودو اتفاق میفته. یعنی همین رئیس والا رتبه ای که با مدرک تقلبی و با دروغ و با مثلا فرض کنید رشوت و یا هر چیزی دیگه به یک جایگاهی رسیده، کلیه کارمندان زیر دست او اعتماد لازم و او احترام واقعی و قلبی رو به او ندارن نخواه. چون همه میدونن. ببینید ممکن است مشکلی جاست که ما بیشتر ظواهر امر رو، یعنی او چیزی که به ما بیشتر به قول معروف القا شده یا بیشتر برای ما برجسته شده است که اینه می رئیس شد خوب شد، نه های نکته ایجاست که همین رئیسی که همه زیر دستای او در مورد صداقت کار او و در مورد صداقت جایگاه او، آیا واقعا حق او هست که این جایگاه رو گرفته؟ همه اونا باور دارن که حق او نیست، روند کیفیت کار او. پس فردا ببینید به محض اینکه کوچکترین مشکلی پیش بیاد، همه آدم ها به سرعت شروع میکنن که به اصطلاح حامیانه خودمان زیرا به نمی رئیس بزنن. چرا؟ چون به او باور و اعتماد ندارن، میگن که مثلا تو از اون روز اول اشتباه بود، جایگاه اشتباه بود، حق تو نبود. ولی اگر برعکس، اگر این آدم واقعا تلاش کرده باشه و جایگاه واقعی داشته باشه، با صداقت بالا آمده باشه، قطعا او توانمندی رو داره که حتی اگر در وهله اول زیر دستای او به اعتماد نکردن، به مرور زمانی اعتماد شکل بده و تبدیل بشه به کسی که اگر کسی هم خواست بر علیه او نقشه‌ای بکشه یا مثلا شخصیت او رو خدشه‌دار کنه، تمام او افرادی که به او اعتماد کردن پشت او قرار بگیرن و احترام او رو بکنن. ببینید ما در شخصیت وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام قبل از رسالت او ایبس که همه اهل به عبارتی مکه پیامبر رو به چی میشناسن؟ محمد امین. یعنی یک زمینه است برای اینکه و بعد وقتی که پیامبر میآید و اعلام میکنه علنی، آیا مردم شما مرا میشناسید؟ میگن بله، ما تو رو به امانت و به صداقت میشناسیم. حالا منی که شما مرا با این خصلت میشناسیم، دارم به شما میگویم که خدای هست و قیامتی هست و مثلا من دینی آوردم و پیغمبری هستم که از طرف خدا به رسالت. خب دکتر، شما با یکی از آثار مهم صداقت به عنوان ایجاد اعتماد در مورد صحبت میکنید. من میخوام که بیشتر در مورد صحبت بکنید که در خانواده چه تأثیری میتونه داشته باشه، در اجتماع در نهایت چه تأثیری میتونه داشته باشه که انقدر ای اثر مهم فرض بکنیم که در برابر تمام آثاری که ممکنه ناراستی داشته باشه، آثار مصادش، ما مقاومت بکنیم و بگویم این اثر میارزه برای که ما صداقت داشته باشیم. بله بسیار خوب. ببینید وقتی که من میگم اعتماد، حالا یک مثال زدم، من تاکید میکنم حالا به صورت خاص‌تر، من میخوام که مثلا من خودم یک تحقیق انجام دادم در مورد ارزش‌های فرزندپروری و در مصاحبه‌هایی که با مادران داشتم از اونم پرسیدم چه چیزی برای شما مهم است در تربیت فرزندتان. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی اهمیت داشته حرف شنوی، اطاعت. بله ممنون. بدون استثنا در جامعه ما تقریبا در همه طبقات، حالا خوشبختانه بگم یا متاسفانه، چه با سواد چه بی سواد، چه شهری چه روستایی و چه شاغل و مادران و شاغل و یا مادران در خانه دار، بدون استثنا یکی از ارزش‌هایی که بسیار روی او تاکید کردن حرف شنوی معنای اطاعت و بیچونی چرا بوده. خب من سوال میپرسم از همین لحظه از والدین عزیز، در چه صورتی ممکن است طفل ما از ما بیچون و چرا اطاعت کنند؟ در صورتی که به ما اعتماد داشته باشه، در صورتی که حرف من یک پشتگاه و یک به عبارت یک اعتماد تکیگاه، بدانه که اگر مثلا به عنوان مثال من زمانی که خوشحال میشم از یک رفتارو و به او قول میدم که به خاطر این رفتار خوب تحسینت میکنم یا تشویقت میکنم، مطمئن است که اتفاق میفته. اگر حتی در مورد تنبیه هم همین صادقه، بسیاری از والدین ما متاسفانه دیدید موقعی که خشمگینن با قسم و آیت و قرآن به بچش میگه مثلا فلان بلا سر تو خواهد آوردم و فلان کار خواهد کردم، بعد 10 دقیقه بعد که حالت عادی قرار میره خودی یک مستاق دروغگویی است دیگه. شما وقتی خشمگینی اصلا صحبت نکن، وقتی که میدونی و بعد
چرا به چیزی که عمل نمی کنی بیان می کنی؟ این یک نوع دروغگوییست. و بعد بچه عادت می کنه میگه خب مثلا پیش خودش میگه که من دفعه بعد فلان کار اشتباه رو کردم چی شد؟ پدرم بسیار عصبانی شد و مرا دو زد و بعد گفت که فلان کار انجام میدم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. لذا هم جنبه مثبتش ای که واقعا بچه‌ها تشویق میشن مثلا چرا؟ چون پدرم اگه فلان گپ بزنه حتما اجرا خواهد شد و حتما واقعیت رو میگه، درست میگه. و اگر فلان تنبیه هم داد، یعنی جنبه منفی که نه، جنبه مثلا تربیت از لحاظ دیگه‌ش به عبارتی جلوگیری کنیم از اعمال خلاف، زمانی که پدر میگه فلان کارو نکن، فلان تنبیه در نظر میگیره، قطعی است. یعنی قطعا راست میگه و انجام خواهد شد. ای که پدرها و مادرها میگن که مثلا طفل من اولادای از من عصیانگر هستن، طغیانگر هستن و گپ من نمیکنن، در نهایت برمیگرده به مشکلی که در رفتار خودشان داشت. تشکر از شما خوب بینندگان عزیز و محترم. یک میان برنامه رو ببینیم بعد از اون برگردیم. سلام و درود مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم و به ویژه شما عزیزانی که نو به جمع از ما پیوستید. برنامه روشن از تلویزیون جهانی هادی تقدیم نگاه های شما عزیزان و خوبان است با موضوع بسیار مهم ارزش ها در تربیت کودک و امروز با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی با موضوع معرفی برخی از ارزش هایی که ضروری هستند برای که پدر و مادر تلاش بکنن تا به اولاد خود آموزش بدن در خدمت شما است. تشکر از شما. خب دومین ارزشی که قصد داریم بیان کنیم امروز برای والدین و برای بینندگان عزیز ما مفهومی است تحت عنوان جسارت. نکته ای است که یک وقتا گفته میشه مثلا برداشت اولی است که وقتی که میگیم فلانی جسور است یعنی یک صفت به عبارت یک منفی است، داره یک ضد ارزش محسوب میشه. حالا در تعریفش ما در فرهنگ لغت هم که نگاه میکنیم معادل جسارت رو بیباکی و گستاخی هم آورده و جای دیگه تهوع و دلیری هم معنی کرده. اون چیزی که من مد نظرم هست از جسارت آن چیزی است که ضد ترسه. جسارت یعنی قدرت بیان ایده و نظر بدون این که ترس ازی داشته باشه که دیگر. این بیباکی به معنای این که ساده ترش این میشه که خلاف جهت رودخانه حرکت کردن، اگر زمانی او جهتی که من میرم و دیگران بر علیه اون میرن، مرا به یک قله ای، به یک عبارتی، به یک گنجی و به یک نقطه خاصی میرسانه. از خواهیم کنم وقتی که میگیم جسارت یعنی به فرزندمون یاد بدیم که اگر زمانی در یک مقطعی در یک به عبارتی خواهش میکنم. خب بینندگان عزیز و محترم، اگر که هر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه داشتید و در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه روشن رو مطرح میشه اگر سوال داشتید، حتما از طریق شماره تماس هایی که زیرنویس شده از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما در ارتباط شوید، نظرات خودتان و همچنان سوالات خودتان را با ذکر نام برنامه و نام کارشناس حتما بفرستید. سعی میشه که قطعا در برنامه ها پاسخ داده شوه. خب بعد از گفتگوی خودم با کارشناس محترم بفرمایید میخوام دکتر در خدمتتون هستم. من مثال بزنم خب بگم ببینید همون بحث اطاعت و حرف شنوی که اشاره کردیم که بسیار هم مورد تاکید هست، من در همون گفتگوها و مصاحبه‌هایی که انجام دادم خیلی وقتا به محضی که میپرسیدم چه چیزی برای شما ارزشمند است، تقریبا با 90% از مادرانی که من با اونها مصاحبه کردم اینو تاکید میکردن که من دوست دارم که بچه حرف شنوی داشته باشه، حرف منو گوش کنه، به من احترام بگذاره، به من از من اطاعت کنه. بعد یک مرحله میرفتم جلوتر، میگفتم آیا همیشه مقصود یعنی تمایل دارید و دوست دارید که بچه شما هر زمان هر کسی هر چیزی از جمله خود شما گفت اطاعت کنه؟ گفت که مثلا حتی اگر به ضرر او تمام شد، حتی اگر حق با او بود و شما برخلاف. بعد یه دفعه مادر چند لحظه تعامل میکرد و نه
ایره نه، ایره نمیخوایم. زمانی که اگر حق با اون، ببینید منظور ما از جسارت یعنی دقیقاً انتقال همین ارزش به فرزندانمون، بیاموزیم که ادب و احترام یک بحث است، ولی جسارت دفاع از حق، هم حقی که واقعا حق حقیق به عبارتی بس خود حق و هم حقوق شخصی من و احترام گذاشتن به حقوق دیگران رو انجام بدن، یعنی اینو داشته باشن. ما بسیاری از موارد در همون متن به عبارتی خانواده این جسارت رو به طور کلی از فرزندانمون میگیریم و حتی اصلا و حتی ترس رو به صورت بسیار بسیار تأکید فراوان به فرزندانمون انتقال میدیم و هر گونه جسارتی رو در نطفه به اصطلاح خفه میکنیم و به نظر ما اصلا کلا چیز شایسته نیست. و حالا که خان بیانی در تاریخ بشری حتی در مورد انبیاء الهی، جسارت حضرت ابراهیم در شکستن بت‌ها و در بیانی که من اون کاری رو که مثلا فرض کنید اطرافیانم و دیگران انجام میدم من انجام نمیدم، و بعدی که خب چه کسی اینها رو شکسته، ولی این که مثلا در این حال حضرت وقتی که میان میگن که خب اولا که تبر رو که گذاشتن رو، ببینید این که مخالف متفاوت، حالا حتما ضرورتی نداره که بگیم تضادی باشه، متفاوت فکر کردن، این جسارت، این بیباکی، عدم ترس از این که ضرورتی ندارد همیشه متابعت کنی از جمع، در جامعه ما بسیار بسیار کم رنگه. این در جامعه ما جسارت چیزیست که حتی تاکید میکنم در بسیاری از موارد در همون بطن خانواده هم مورد تقبیح قرار گرفته، اصلا تحسین نشده، اصلا پدر و مادر حتی این رو شایسته نمیدانن، خوب نمیدانن. و حالا اینکه هر انقلابی در هر جامعه انسانی شکل گرفته، اولین گزینه ای که در وجود رهبران و لیدران اون انقلاب صورت گرفته جسارت اونا بوده. خب یعنی یک بیباکی برای اینکه مثلا میخوام در کنار شما بگم، با یک نحوی متاثر از فرهنگ دینی خودمان هستیم در این زمینه که بالاخره به پدر و مادر خود باید بسیار زیاد احترام بکنیم و حتی به چشمشون نگاه نکنیم وقتی که با بزرگتر خود گپ میزنیم، سعی کنیم که به هیچ وجه گپ او رو رد نکنیم. خب اینا بالاخره من احساس میکنم که ببینید ما در تعاریف دینی مون دچار یک مشکل شدیم. دقیقاً در آیات قرآن به صراحت گفته شده است که اینکه ولا تقل لهم اوفن، درست اطیع الله و اطیع الرسول، ببخشید اینجایی که میگه که اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، درست ولی جای دیگری در قرآن تصریح شده زمانی که این دوتا شما را به آنچه که خلاف دستور خداوند است فرمان میدهند اطاعت نکنید، یعنی همون جسارت. ببینید احترام، رعایت ادب، تکریم والدین سر جای خودش، ولی زمانی که همی ما داریم در روایات و در به عبارتی داستان ها و نقل قول هایی که از وجود نازنینان ائمه علیهم السلام داریم که حتی گفته شده است اگر پدر و مادر شما خلاف دین شما رو هم دارن بازم اونها رو احترام کنید، ولی اینکه اونها رو احترام کنیم به هیچ عنوان به معنای نیست که هر اون چه اونها گفتن رو بی چون و چرا بپذیریم. و یا ای که به فرزند، ببینید ما روایتی از امیرالمومنین داریم که فرزندان شما برای زمانی غیر از زمان شما به دنیا آمدن، یعنی همین تفاوت نسل ها و گذر زمان ها و تغییر در به عبارتی جوامع که به طور کلی جامعه پویا جامعه است که تقریبا در حال چی باشه، در حال پویایی و رشد باشه. این نشان دهنده است که ببینید اگر فرزند من به عنوان پدر و مادر، ما یک اصول ثابتی داریم، ارزش های ثابتی داریم، مثل صداقتی که الان در مورد او صحبت کردیم، روی اصول ارزش های ثابت ما بیستیم، ولی کن اگر فرزند ما مرن به عنوان مثلا زمانی صحبتی به فرزنده میکنه، بعد فرزند مستقیم میگه که شما که خودت ای گپ میزنی چرا فلان جا عمل نکردی، تو ای که مرا امر میکنی مثلا به رعایت صداقت چرا خودت فلان جا دروغ گفتی. این جسارت فرزندم است که داره مستقیم به من مادر اشاره میکنه که ببین من الان میزانی از اعتمادی که به تو دارم و میزانی از او اطاعت محضی که میخوای از تو داشته باشم خدشه‌دار کردی، چرا؟ چون خب ببینید این جسارت با توجه به تعریف جسارت که به نحوی مواجه جرأت مواجهه با چالش ها در زندگی، یعنی شما معتقد هستید اگر که من طفل خود به نحوی تربیت بکنم که الان بتونه که در برابر مک مادرش اصلا با احترام و ادب با رعایت مقاومت کنه در برابر دیگه چالش زندگی بر شما به بزرگتر که شد در مقابل هر گونه ظلمی، در مقابل هر گونه فسادی، در مقابل هر گونه بی‌عدالتی. ولی ما طوری در جامعه ما ببینید، ما متاسفانه یکی از یادتان هست که در مثلا به عبارتی شاید هم هنوز هم حالا کار نداریم به او، ولی بس به هر حال در سالیان گذشته مطرح میشد که جامعه افغانستان اولین یا حداقل یکی از سه کشوری است که بیشترین میزان فساد اداری در او حاکم است. خب فساد داره یعنی چی؟ یعنی پذیرش هر نوع بی‌قانونی،
تن دادن به هر نوع عمل خلافی و معذرت میخوام پذیرش هر نوع ظلمی از طریق رشوه دادن و به اصطلاح خودمان زیر میزی. این چرا ای اتفاق افتاده؟ به خاطری که در جامعه ما او جسارت برای مقابله با بیقانونی رفتارهای خلاف قانون وجود نداره. این در واقع همین دو ارزشی که شما بیان کرد، اولا ارزش راستی در جامعه نبود، مردم به دنبال ناراستی و ناصداقتی بودن، به هر نحوی که شده خود بالا بکشن و فساد کنن، و دوم جسارتی وجود نداشت که مقاومت شود. اگه حتی من میپذیرفتم که کاری خلافه ولی به خودم این جرأت رو نمیدادم که به اعلام کنم که کارت اشتباهه، و من کارت رو نمیپذیرم، من تاییدش نمیکنم، من مخالفت میکنم با کارت. و این ببینید تاکید میکنم اکثر، یعنی همه، حالا شاید اینکه همه انقلاب های اساسی در هر کجای دنیا، در هر زمان و در هر مقطع جغرافیایی که اتفاق افتاده، نکته مهمی که در وجود رهبران او بوده اینه که مثلا جامعه در یک کرختی، در یک ظلم قرار داشته و یکی بلند شده و او پرچم رو بلند کرده. ما در قیام عاشورا تأکیدی که بر نهضت سید شهدا داریم، یکی از نکات بسیار بسیار قابل ارزش است که امام حسین اعلام میکنن که من به هیچ عنوان بیعت با فردی مثل یزید رو نمیپذیرم، و حالا که خب دیدیم که داریم در تاریخ ثبت شده که بسیاری حضرت رو مثلا میگن که حالا برای چی نیازه به، چرا نیازه به قیامه، چرا اصلا از مدینه خارج میشی، نرو نکن، وقتی میدونی مثلا تو چرا به سمت کوفه میری، چرا. ولی این که جسارت دفاع از حق، ما در قرآن تحسین شده این ولا یخافون لومت لائم، از سرزنشش هیچ سرزنش کننده این نمیترسن. وقتی میپذیرن که ببینید به راستی باور دارن و قبول دارن که حقه، پای حق میستن ولو که همه جامعه مخالفه با اونها باشن. روایت مشهور زمیر مؤمنان که اگر همه به عبارتی چی باشه، همه در نقطه خلاف ما قرار بگیرن، ما به تنهایی از حق دفاع میکنیم که از خصوصیات حضرت امین است. پس نحوی جسارت به معنای مثبتش اگر در نظر بگیریم که در برابر حق حساس باشیم و در نترسیم از دفاع حق، نترسیم حق رو با راستی رو بپذیریم، به راستی باور داشته باشیم و در دفاع از راستی جسارت داشته باشیم و همیشه مقابل هر نوع نادرستی و ناراستی. اگر این دو با هم همراه نباشن، نتیجهش این میشه افرادی که به حق و راستی باور هم متقلبند، جسارت دارن، اینها میتونن که احسن بالا بیاین و تاثیرگذار باشن. اگر هم نباشه در جامعه افرادی منافق و متقلب که پذیرای هر گونه ظلم و بی‌عدالتی خواهند. بله. من دکتر در حد کمتر از یک دقیقه فکر میکنم فرصت داریم یک جنبندی بفرمایید. تشکر. بسیار عالی. ما بحث انتقال ارزش ها رو داشتیم. تاکید بر است که البته ان شاء الله در برنامه‌هایی ارزش های دیگه‌ای هم خواهیم پرداخت، و تاکید میکنم صداقت و راستی رو جنبندی که میکنیم در یک واژه، تلاش کنیم که خودمون و فرزندانمون و نسل آتی ما آدم هایی باشه که صداقت رو و راستی رو قبول داشته باشه و تایید بکنه و همه تلاشش رو برای اجرای راستی و درستی در رفتار و کردار در سطح شخصی و اجتماعی انشالله مبذول بداریم. انشالله. بسیار بسیار تشکر از شما خانم دکتر، مثل همیشه بسیار عالی. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم هم بسیار زیاد تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه زنده روشناس تلویزیون جهانی هادی بودید. عزیزان و بزرگواران، برنامه در اینترنت هم موجود هست از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی، از طریق یوتیوب و آپارات هم میتونید برنامه های گذشته رو و هم برنامه امروز رو ببینید. انشاءالله نظرات خودتون رو برای ما بمانید، ما رو بسیار بسیار خوشحال میکنید وقتی که برای ما نظر میفرستید و انتقاد و یا پیشنهادی میکنید. با امروی کارشناس محترم برنامه خانم دکتر روزایی از حضور شما مرخص میشیم. عزیزان و بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.